رسانه‌های اغواگر این که شما فرستادید هنوز نرسیده. در هر یک رسانه ها اهمیت بتین، همون رسانه هایی که میسید همون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشان اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست، شما از سخنهای اینا بسیار احتیاط کنید. نه، این ظلمه. رسانه های توحیدی اغواگره، باید مردم احتیاط کنن. عجیبه. ایشون خودش ایشون کی هست و منهجش چیست؟ کسی که این کلیپ فرستاده. در هر یک رسانه ها اهمیت بتین، همون ستکتب و شهادت هم هم یسالون، شهادتتون نوشته میشه و سوال میشید. وقتی شما در موضع در باره رسانه های توحیدی که مردم را روشن میکند، مردم را به سوی توحید دعوت میکند، مردم را از بدعت و شرک و خرافه و ظلم و جنایت دور نگه می‌دارد، شما در صف دشمنان وایستید و چون این حرفی بزنید روز قیامت سوال میشید. این رسانه های اغواگره که میگن که مردم به عبادت خدا میخونن، از قبر پرستی دور نگه می‌دارن، از خرافات صوفی و تشیع باز می‌دارن، اینا اغواگره. اگر از خدا میترسیدید چون این حرفی نمیزدید. رسانه هایی که مثل نمون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشان اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست. یکی از این تهمت ها رو بیار، یکی از این اغوا ها رو مثال بزن. ما از سخنان اینا بسیار احتیاط کنیم. دوبارم گذاشتنش، نه یک بار. انشاءالله که روز قیامت از این شهادتت که دادید سوال خواهی شد. قرآن می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید خدا ترس باشید و به راستگویان باشید. و این ادعایی است که شما کردید و از این ادعا روز قیامت سوال خواهی شد. شما می دونید که ادعاتون دروغه، هیچ دلیلی هم نیاوردید برای این. آقای علیلوف، ممنون از راهنمایی دلسوزان شما. من دارم میبینم که شما چقدر با دل و جان تلاش میکنید مردم از خرافات و گمراهی دور بشن، با اینکه در آن سر دنیا هستید. به نظر شما بهتر نیست مردم مذاهب برحق به جای اینکه بگویند حنفی، شافعی، مالکی و هستند بگویند مسلمان هستیم؟ شکی در این نیست، در این شکی نیست. لیکن فرق مذاهب اربعه با غیر مذاهب اربعه در اینه، اندر فقهی عرض میکنم، نه اندر تصوف، که اینها بحث از کتاب و سنت میکنن. بقیه مذاهب تا حدی هم همینه. مشکل در مذاهب فقهی نیست، مشکل در مذاهب عقیدتی است که برای مذاهب مسلط شده. مثلا تصوف در بسیاری مذاهب اسم حنفیت گرفته، اسم شافعیت گرفته. مشکل در تصوف، نه در فقه شافعی و حنفی. مردم اینا رو تشخیص نمیدن. یا در تشیع، مشکل فقط در مشکل حتی آرایی که به امام جعفر صادق نسبت داده میشه، مشکل در این نیست. مشکل در اون عقیده غالی است که از راه امامت بر این مذهب چیز شده، مسلط شده. باز از استادمون دکتر فتی دورانی وقتی سوال کردم که شما مذهبتون چیه،
گفت ای شیخ ایران، من 7 مذهب دارم، 7 مذهب دارم و اگر قولی را در این مذاهب پیدا نکردم میرم دنبال مذاهب قدیمه ببینم چه گفتن. مذاهب فقهی هرچی بیشتر بهتر. یعنی چی؟ مذاهب مثل یک نظر میمونه دیگه. در یه شهر 100 تا دکتر باشه بهتره یا 1000 تا؟ معلومه که 1000 تا باشه بهتره. مذاهب اجتهادهای افراده برای ایجاد حل برای جامعه اسلامی از راه کتاب و سنت. اما خود این آرا مصیبت بشه مردم از این آرا تجاوز نکنن، این مشکل مردمه. خانم سارا، امام معصوم همان خداست. بله ببین بفرمایید. علی علیه السلام به مجرد اینکه ابن سبع ملعون که گفت و همونی محاکمش کرد، اون موقع اینا میگن امام معصوم خود خدایه، بلکه شیعه یعنی ابن سبع که امام معصوم علیه الصلاة و السلام همون خدای رب لا شریک له است. ولیکن عقیده ما این است که امیر المؤمنین خلیفه تام خدای تعالی است. اعوذ بالله. و خدای تعالی تمام اون صفاتش را، رحمانیت و رحیمیت و رازقیت و محیی و ممیت بودنش را در امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام گفته. بله. اصل تشیع همینه. این حقیقت تشیع روشن میکنن. اگر مسلمانی عالمی در کفر این کفرها شک بکنه، مسلمان نیست، اسلام رو نشناخته. ابو حنیفه، شما نگفتی این آقا اسمش چیه؟ این آقایی که شهادت دروغ میده نگفتی اسمش چیه؟ و خودتون هم معرفی نکردید، بر خودتون یه اسم مصار بذاری بیزمد. همش آیت همش حدیثه. اصلا چون این دروغه؟ هرگز امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی همچی ادعایی نکرده که من سخنانم همش آیت و حدیثه. برادر عزیز، مذهب ما و شما، سخن ابو حنیفه همش آیت همش حدیثه. این است برادر عزیز مذهب ما و شما. این دروغ محضه، بلکه همه ائمه بزرگوار اسلام فرموده اند که سخنان ما را با کتاب و سنت مقایسه کنید، هر چه موافق بود بردارید، مخالف بود بندازید دور. این ادعایی که این آقا میکنه کاملا دروغه. این دلالت بر جهلش میکنه. از علمای بزرگ تاجیکستان و از اهل دربار است. و نگفتی اسمش چیه؟ میرزا ابرانوف، معروف به نام حاجی میرزا، از شهر کولاب. بله خدا هدایتش کنه. این سخنان دلالت بر جهلش میکنه و لذا شهادت دروغی میده. آقای عبدالله از بوشهر، این همون شخصی که الان راجع برنامه توحیدی صحبت میگه. الله اکبر میگه، دست شما برابر کیچید نه روی سینه شما میبند. پیش ای روکو رفتن با یعنی ای روکو میگیزن الله اکبر رفت یدنی میگنه رفتش برداشتن یدنی به دست برداشتنی به دست. برادر عزیز در اطراف این انا اگر چند حدیث پیامبر هست لیکن برای ما و شما که پیروی ای مذهب حنفی داریم،
برای ما ضرورت بر این نیست. اعوذ بالله یعنی قول مذهب بر قول پیغمبر مقدمه. حدیث هست کدام مذهبی مونست، حدیث هست کدر اگر چند حدیث های پیغمبر هست، لیکن برای ما و شما در که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. بیتر بر تار میگه نمیگه، بس شما در کنی گپه، امی گپه وزنش در کنی که در مذهب در حدیث هست خود مذهب مونست. یعنی بله پیغمبری کار کرده، خو کاری پیغمبر ما وقتی میتونیم که مذهب اجازه داده باشه. ما یک شارع دیگه داریم، یک شارع دیگه اجازه میده، بعد از باز ما عمل میکنیم. تا که اجازه نده عمل نمیکنیم. در 6 کتاب بزرگ جهان اسلام که بخاری و مسلم و ابو داوود و نسائی است، مکمل در هر کتاب یک باب مستقل به نام رفع دین است. با ترک یک بابا نیم باب هم نیست. قطعال تو ملا، اگر تو درس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد میخوندی و برای مقتدی خود میگفتی که این سنت پیغمبر است، سنت پیغمبر بالاتر از نظریات دانشمندان اسلامی است. سنت پیغمبر قبل از تشکیل مذهب است. سنت پیغمبر بالاتر از قول اقوال ائمه است. تا حال نگفتن الله ای گمراهی ای گناه از امت از تو حالم پرسان میکنن. ما دشمنی با علمای دین نداریم. امروز یک دختر فاحشه آمریکایی از اروپا حرکت کرده با واسطه دعوت دین باطل خو در افغانستان آمده، میگه آه ملا صاحبا او حکومت داره او مجاهدین با واسطه دعوت دین باطل خو آمدون شب و روز تلاش میکنم. ما اندازه یک دختر آمریکایی هم نباشیم. تو به الله قسم به سال چند مرتبه حدیث بخاری و مشکات و مسلم خواندی برای مقتدی مسجد خواندی؟ استاد سلام به زب نماز جماعت یاد نداره، پا خوری رقم میگذاره. اگر پای برادر مسلمان به پای چسبید که سنت است، فکر میکنه که پای مرد به پای زن خورده، خود رو زود جمع میکنه. اقدر مخالفت به سریال هندی و ترکی و کفری، اقدر مخالفت به چرس و شراب و دوستی و رشوه نداره که مخالفت به سنت. متاسفانه خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب روزتون خیر هر جا هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.